به پوشش ایرانی احترام بذارید. پوشش ایرانی افتخاره و باید بهش افتخار بکنین. و تازه مثلا لباسای هست بلوچیه خیلی خوشگله، تو شبای آینده قصد دارم بپوشمشون. ببینید که چقدر اقوام ایرانی میتونن پوشش و همه چیشون میتونه متفاوت و خوشگل باشه. رمز و راز محبوبیت شما چیه؟ ای دورتون بگم من نه بابا اینقدر منفورم خبر ندارین. یه سری ازم منو دوست ندارن. من نمیدونم، من چون قلبا مردم رو دوست دارم. بعدم این که فقط میگم تو مردابم که هستیم گل نیلوفری باشیم، این شعار منه تو زندگی. ریشه در بختیاری بودنتون هم داره. خدا کنه اینجوری باشه، چون من به قومیتم خیلی افتخار میکنم و تمام حرفم به آدم ها اینه که در همه شرایط امیدوار باشین. راه و رسم من تو زندگیه. یه فیدبک هم داریم میگیم در رابطه فیلم امشب، شبی که ماه کامل شد. فیلمو چطور دیدی؟ شاهکار بود. من یعنی میگم فکم افتاده دور بردم میگردم پیدا کنم فکمو. خیلی عالی بود. من خیلی هم موضوع فیلمو دوست داشتم، ساختارش رو دوست داشتم. خیلی فیلم کاملی بود. یه ذره اون خوشونته یه ذره حال همه رو گرفت. هست دیگه، اونم هست. یعنی واقعا این کارا رو کردن با مردم و چون وجود داره نمیشه منکرش شد. ولی من چون همش دیدم این فیلمای لطیف بود از خانم آبر، یهو این اتفاقا دوست داشتم، چون من عاشق کارهای نامتعارفم. چیزی باعث شد که اون عشق نافرجان بمونه و بخواد به یک بار قطع بشه؟ واقعیت زندگی، اون خشونتی که اون عقیده مسخره ای که اون آدم پاش وایساده بود و با هیچ منطق انسانی و اخلاقی و دینی عرفی با هیچ منطقی جور نبود، ولی هست. و اون پاشون، اون زندگی و اون انسانیت و اون عشق و همه چیز، اون عقاید و دوگم بودن آدمایی که الان داریم میبینیم دور بر خودمون هم هستن. یه چیزی که مثلا من الان خودم روش خیلی ناراحتم، مثلا اینکه سرگردانی رو ممنوع کردن. من خیلی روی این مسئله مثلا اصلا حرف دارم برای گفتن. حیوان خدا اگر یه سگی بیقلاده اومده، دلیل نمیشه که شما همه سگا رو مثلا ممنوع کنین آوردنشون. درست مثل که یه نفر قاتل، شما بگین دیگه حق نداره هیچ کس از خونه بیاد بیرون. مثلا اینکه نسبت مخلوق خدا این قانون رو گذاشتن، من خیلی ناراحتم. این خودش یه دوگم بودنه، این متعصب بودن بی خودیه. یا اینکه یه سری کارا داریم میبینیم تو جامعه، قوانینی که هر روز وضع میکنن و به روی خودشون هم میارن، اینم دوگم بود، یه جور دوگم بودنه. دوگمی شاخ و دوم نداره دیگه، هر کسی یه جور دوگمه. و اینو توی این فیلم خیلی خوب به نظرم نمادین اگه ازش استفاده بکنیم، میتونیم بفهمیم که هیچ کس حق نداره عقیده چرتشو به دیگران تحمیل بکنه، حالا تو هر مقامی که باشه. و دیدیم دیگه. خیلی ممنون. قربون شما. فیلمو خیلی دوست داشتم.